جمهوری اسلامی ایران به زمه بسیاری از مخالفانش به بحران شدیدی دچار است و درگیر مبارزه است برای بقای خود تجربه چهل ساله نظام منحصر به فرد سیاسی دینی متکی به ولایت فقیه به گفته اکثر مخالفان این نظام سراسر تجربه شکست و ناکامی بوده است این ارزیابی مخالفان باعث جب و جوشه بیشتر آنها شده و سازمان هایی که فروپاشی جمهوری اسلامی را تر و قریب الوقوع تر می دانند را به فکر آلترنتیو سازی و برپایی تشکیلاتی برای اداره امور در بعد از فروپاشی انداخته است. ما در چند برنامه گذشته با بعضی از اعضای رهبری چند سازمان مخالف حکومت در این باره گفتگو کردیم. و امروز در ادامه این گفتگو با علی افشاری عضو رهبری همبستگی جمهوری ایران گفتگو می علی افشاری از رهبران شاخص جنبش دانشجویی و جنبش اصلاحی ایران در سالهای هفتاد خورشیدی بود و به سبب فعالیتهایش زندانی و شکنجه شد و در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران مجبور به اظهار پشیبانی از فعالیتهای خود شد. او چندین سال است که در شهر واشنگتن زندگی می کند و فعالیت هایش را در همبستگی جمهوری خواهان ایران متمرکز کرده است. همبستگی جمهوری خواهان چگونه تشکیلاتی است؟ خواسته هایش چیست؟ و چه نقشی در تحولات داخل ایران دارد؟ آقای علی افشاری به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. احسان آباد میکنم خدمت شما و تشکر بابت فرصت مصاحبه که پراهم شد و همچنین به همه بینندگان و شنوندگان برنامه هم سلام عرض آقای افشاری من در اساسنامه نسبتا مفصل همبستگی جمهوری خانه ایران اثری از اینکه اهداف و برنامه های سیاسی شما چیه ندیدم هدف و برنامه این تشکیلات چه دقیقا؟ یعنی سازمان به وجود اومده آم. که چه کار بکنه بله نه اهداف در منشور سازمان هست حالا تا در بخش دیگر از وبسایت به اصطلاح وجود داره ببینید همبستگی جمهوری خواهان ایران نقطه عظیمتش به جنبش سمت برمیگرده در سال 1989 جمعی از نیروها که عمدتاً در قاره آمریکای شمالی بودن با این تصور که باید بخش سکولار حامی این جنبش رو صداش رو بلند بکنن این تشکیلات رو به وجود آوردن در یک دوره تحولاتی که به طور مشخص شکل کنونیش رو شکل داده در سال 94 این 93 ببخشید این شکل کنونی به وجود اومد که یک مجموعه در از اتحادیه هست از انجمنهای شهری و یا به کشوری که به شکل در اون به سالا اعضایی رو دارن و همچنین انجامن هایی که افرادی که از طریق شبکه های مجازی با همدیگه دارن کار مشترک انجام میدن مجموعه اینها رهبری سازمان همبستگی جمهوری خانه ایران رو تشکیل میده هدف اصلی این سازمان که خودش یک سازمان جمهوری ها عرفی معنای سکولار دموکرات میدونه تلاش برای تقویت گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به یک جمهوری سکولار دموکرات هست در آینده ایران و به طور مشخص در این مسیر تقویت گرایش های جمهوری تقویت گذار به دموکراسی رو دنبال میکنه روشنگری در مورد مشکلات و معایبی که بیشتر ساختار جمهوری اسلامی علاوه بر رفتار مثلا مسئولان و کارگزارانش داره رو برجسته میکنه تقویت برای گسترش فرهنگ دموکراسی برای توجه به حقوق بشر هم باز دیگر محور فعالیت های هجار رو تشکیل میده خب حالا همبستگی جمهوری خواهان ایران زمانی تشکیل شد که پیش از آن اتحاد جمهوری خواهان ایران وجود داشت سازمان جمهوری خواهان وجود داشت و قلتر از آنها جمهوری خواهان ملی وجود داشت چه لزومی داشت که یک تشکیلات دیگه ای به این به تشکیلات های پراکنده دیگه اضافه بشه ببینید این نکته باید در نظر بگیریم که به هر صورت یک نوع تنوعی در علائق و دیدگاه های سیاسی وجود داره و علاوه بر اونها یک سری ملاحظات شاید نسلی هم هست فرهنگی هم هست و ویژگی کلشگران سیاسی بنابراین در اون مقطع که البته من اون مقطع عضو بنیانگذاران تشکیلاته که اون موقع البته معنای اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی بود اسمش اپستا نبودن ولی اونها احساس میکردن در بین گروه های موجود صدای اونها وجود نداره خلایی هست این مجموعه رو ایجاد کردن که به صلاح به ظرفیت ها اضافه بکنن در مجموعه اپوزیسیون جمهوری خواه البته در اون سالهای فعالیت اونها بیشتر حول حمایت از مبارزات داخل ایران بود از سال 1393 هستش که سازمان جمهوری خواهان ایران و اپستا با همدیگه اعتلاف کردند و همبستگی جمهوری خواهان ایران را شکل دادن که به عنوان یک سازمان و تشکل خاص سیاسی فعالیت کرده و در طول این سالها اگر نگوییم تنها تشکل سیاسی در خارج کشور است ولی میشه با قطعیت گفت از معدود تشکل در اپوزیسیون برون مرزی هستش که تونسته نسل های مختلف فعالان رو در کنار هم قرار بده ما در درون حجا از متولدین دهه شست و داریم در فعالیت میکنم و دهه های حتی در دهه هفتاد و نسل های قربتر و تونسته با یک ترکیب بین نسلی این فعالیت رو انجام بده و کسانی در کنار همدیگه قرار بگیرن که به تب اشتراکات بیشتری با همدیگه دارن و احساس میکنن که شرایط فعالیت رو در گروه های دیگه ندارن حالا شما حال پنج ساله که عملا فعالیت داریم میکنید از سال نورسته تا حالا همبستگی جمهوری خان در واقع عنوانش این تدایی رو میکنه که شما تلاشتون اینه که اون طیف جمهوری خواهان سکولار رو دور هم جمع بکنید همبسته بکنید به اصطلاح چقدر موفق بودید این کار رو بکنید تا حالا؟ ببینید ما در این همبستگی که اعلام شده این یک به صلاح جنبه عمومی داره ما در درون خودمون این ادعا رو نداریم که جایی هستیم برای فعالیت همه جمهوری خواهان سکولار دموکرات که ما این عرفی رو نزدیکترین واژه به معادل فارسی برای سکولار میدونیم که در تاریخ معاصر ایران به خود بعد از انقلاب مشروطه خب ریشه دار هست و به یک معنای مشخصی رو پیدا کرده ما تلاشمون هست که این مجموعه که عنوان یک سازمان سیاسی خاص هست بتونه کمک بکنه که مجموعه جمهوری خواهان دچار همگرایی بیشتری بشه ما فرمول این هست که در درون خودمون افرادی که با اشتراکات نظر بیشتری رو دارن و بالاخره مجموعه منشور و اساسنامه این سازمان رو قبول دارن بتونیم در یک حرکت اعتلافبار و جبهی با دیگر گروه های خواه، کار بکنیم این فرمول رو به نظر ما کارآمدتر هست تا بشه این طیف گسترده نیروهای جمهوری خواه رو متشکل کرد و همبسته ساخت. برسای به درایر مختلفی که شاید فرصت نباشه الان گفتگو بکنیم جمع شدن همه در یک جا به دلیل برخی از حالا اختلافاتی که مشک سیاسی هست، منشی هست، بخشن فرهنگی هست یا مسائل نسلی هست به جای اینکه بیشتر به نزدیکتر شدن منجر بشه ممکنه اختلاف نظرهایی رو پدید بیاره بنابراین شاید بهترین راه این هستش که مجموعه ها در درون جمع هایی که منسجمتر میتونن باشن نزدیکتر هستن ابتدا متشکل بشن سپس در سطحی بالاتر با همدیگه اعتلاف بکنن ما در حداقل در یک سال یا دو سال گذشته میشه گفته که در این زمینه موفقیت نسبی داشتیم و تونستیم با اتحاد جمهوری خواهان ایران حزب چپ و سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور همکاری های رو داشته باشیم و با همدیگه مواضع مشترکی رو اتخاذ کنیم بالاخره آقای افشاری تمام این تشکیلات و سازمان‌هایی که در خارج به وجود میاد به هر حال یک نگاهی به ایران داره و نهایتاً برای جامعه ایران هست که اینها تشکیل میشه و نه برای سرگرمی دی در خارج از کشور قاعدتا باز اینجور باشه حالا شما ارتباطتون با داخل کشور چیه یعنی چه تأثیری تا حالا گذاشتین تا این پنج سال موجودیتتون در داخل کشور و قطعا فعالیت های حجا معطوف به داخل هست و مسئولانه در این خصوص فعالیت هاش رو سامان میده ولی ما مهمترین چیزی که هست اینه که به هیچ عنوان خودمون رو به دنبال این نیستیم که آلترناتیو رهبری سیاسی در خارج از کشور شکل بگیره چه خودمون بخش از اون باشیم چه نباشیم و نگاهمون همیشه بوده که محوریت مسائل سیاسی به خصوص رهبری و کسانی که میخوان نقش هماهنگ کننده ایجاد بکنن یا پیشران باشن در داخل کشور است و نگاه ما معطوف به داخل بوده مونتا این نگاه معطوف به داخل به این معنا نبوده که ما دنبال روی شرایطی باشیم که در داخل کشور حاکم هست از یک مقطع تلاش کردیم که برای ایده یعنی برای نظم و ساختار جمهوری عرفی مقید به دموکراسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر اینو به عنوان یک آلترناتیو سیاسی و نظری و نظام حکمرانی جمهوری اسلامی تبیینش بکنیم برجستش بکنیم خب این امکان برای داخل کشور فراهم نیست به دلیل دلایل مختلفی که مهمترین اونها هزینه زیاد چنین اقدامی هست اینو در داخل کشور مطرح بکنیم براش برندسازی بکنیم البته در همکاری و همکاری با دیگر گروه های جمهوری خواه در خارج از کشور اما در داخل هم ما سعی کردیم که هر نوع فعالیت هایی که بشه که کمک بکنه به گشایش سیاسی کمک بکنه به تقویت و بهبود حقوق بشر کمک بکنه به اینکه فضای پلیس شکسته بشه ما حمایت کردیم و مجموعه این فعالیت ها البته دایگه نداریم در این زمین هم تواضع داریم که نقش خارج از کشور نسبت به داخل کشور نقش محدودتری هست اما ما در حد توان و پتانسیل خودمون سعی کردیم که یاری رسان باشیم و کمک کننده باشیم و مکمل مبارزات داخل باشیم ولی حداقل میتونیم بگیم که در طول این سالیان گذشته حرکت‌هایی که در داخل به این سمت انجام شده قدم‌هایی برداشته شده حتی برخی از افرادی به سراحت خودشون رو جمهوری سکولار در داخل کشور معرفی کردن و حال اینها رو میتونیم نتیجه بگیریم که فعالیت‌های ما بی تأثیر نبوده اما در این زمینه با یک نگاه واقع بینانه داریم حالا شما صحبت از به هر حال این که نیستین و قصد آلترناتیو سازی هم در خارج از کشور ندارید کردید ولی اخیرا میدونید که با گسترش نارضایی مردم در ایران و افزایش اعتراضات خیابانی بسیاری رو به این باور کشونده در خارج از کشور که حکومت ایران در شرف فروپاشی و ضرورت داره که یک الटरनेटیوی در خارج تشکیل بشه در مقابل حکومت فعلی ایران و حتی سازوکارهایی برای اینکه بعد از این فروپاشی بشه جریاناتی وجود داشته باشه که برای جلوگیری از هر نوع هرج و مرجی و اساس زمان مو رو به دست بگیره و بتونه کشور رو برای مدتی اداره بکنه شما ظاهرا مخالف این جریانات هستید چرا شما مخالفید بله من فقط یه توضیح هم اضافه بکنم به سوال قبلی که خب برخی از کنشگران داخل کشور یا هم کنشگران سیاسی هم مدنی که به صورت با مواضع مجموعه ما همراهی داشتن خب پیام را دادن و حمایت هایی را در داخل بها فعالیت هایی که ما داشتیم و همایش های سالانه ای که برگزار می کنیم که بالا تمرجه تصمیم گیری هجا هست پیام هایی دادن و های اینها خونده شده اما در مورد سوال فعلی شما ببینید ما مخالف هستیم این مخالفت ما دو وجه اصلی داره وجه اولیش این هستش که ما یک نوع شتاب زدگی رو در این حرکت ها میبینیم و ارزیابی های غیر واقع بینانه از اوضاع جمهوری اسلامی الان دچار بحرانش بزرگترین بحران خودش رو باش مواجه هست مشکلاتش خیلی زیاد هست اما ارزیابی ما این نیست که ما الان در شرایطی هستیم که فروپاشی و سقوط حکومت حتمی هست و در یک فاصله زمانی کوتاه مدت هم اتفاق میفته این مسئله اولی است مسئله دوم این هستش که حتی اگر چنین وضعیتی باشه طبیعتا اون نیروهایی که در داخل کشور هستن با اعتراضات خودشون با مبارزات خودشون به حال تونستن این وضعیت رو برای حکومت ایجاد بکنند و در آینده هم ساختار سرکومون رو تحضیف اونها در موقعیت بهتری هستند. به واقع میخوام این روشن تر بگم مشکل کنونی الان این نیستش که مثلا در داخل رهبری وجود نداره یا افرادی که چنین توانایی های بلقوهی رو دارند در صحنه نیستن مسئله این هستش که هنوز موازنه قبا به قدری تغییر پیدا نکرده که اون نیروها در داخل وارد فاز رهبری یا یک حرکت مستمر سیاسی بشن این نیروها بالقوه هستن و تجارب اخیر به صلاح گذار در مثلا در نسل سوم اونها همین تجارب اخیری که بعد از بهار عربی دیدیم شاهد این هستیم که خیلی از این رهبران میانی در حین مبارزه خلق شدن متولد شدن به وجود اومدن امری نبوده که مثلا کسانی از بیرون نشسته باشن یا از نخبگان و رجال سیاسی شناخته شده باشن شما البته اینو اینو میگین ولی به هر حال شما الان گفتید که حکومت ایران دچار بحران خیلی شدیدیه و این بحران اگر که نتونن مهارش بکنن که ظاهرا مقدور نیست براشون و اعتراضات گسترتر بشه ممکنه به فروپاشی هم منجر بشه که در اون صورت به هر حال آلترناتیوی در مقابل حکومت باید وجود داشته باشه اگر کسانی که دنبال این مسائل هستند حالا شما صحبت از این میکنید که در داخل خودش خود جنبش برای خودش رهبری و آلترناتیو هم تشکیل میده ما در ایران تجربه به هر حال نسبتا طولانی مدت به جنبش اصلاح طلبی داشتیم که خودتون هم یکی از افراد شاخص اون بودید به خصوص در بخش جنبش دانشجویش و بعدا در خود جنبش اصلاحیش و در ستاد آقای خاتمی کار میکردید ولی الان بسیاری معتقدند از جمله خود شما شاید که اصلاح طلبی و اصلاح طلبان ایران دیگه الان بیرمق و به حال و محبوبیت و مقبولیت دیگه ای هم ندارن به دلیل اینکه کاری نکردن در این مدت و نمیشه از اونها به عنوان آلترناتیو یاد کرد در اینها جریانی بود که شاید میشه گفت که میتونستن در مقابل حکومت آلترنتیو باشند حتی اینها هم دیگه نیستند شما آیا آلترناتیو دیگری میبینید در داخل ایران ببینید در آلترناتیو من اینا خواست یک توضیحی بدم یه وقت آلترناتیو منظورمون از نیروهای عامل هستش به اصطلاح ایجن هست فعالان سیاسی هست که میخوان یک عملی رو انجام بدن یه وقت از آلترناتیو معنای به اصطلاح مفهومی شده در نظر میگیریم که چه چی چیزی باید جایگزین جمهوری اسلامی بشه در بخش دوم ما فعال هستیم و فکر میکنیم خارج از کشور میتونه از باشه و حتی یک رو هم داره که به ما به طور مشخص جمهوری عرفی یا جمهوری ایران مقید موازین دموکراسی رو به عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی طرح میکنیم و رو جزئیاتش هم به داریم کار میکنیم که البته یک بحث همگانی رو میطلبه اما در اون بخشی که اون نیروها در داخل چه کسانی میتونن آلترناتیو برای رهبری بشن من داخل میگم منظورم اصلاح طلبان نیست بله شما به درستی گفتید من شروع فارد سیاسیم خب اصلاح طلبی بوده ولی از سال 79 به تدریج من از اصلاح طلبی خارج شدم اما در شرایط فعلی هم من شانسی برای نیروهای اصلاح طلب نمی بینم. یعنی برای اصلاح طلبی چون این نیروها میتونن تغییر موضع بدن و به اصلاح دیدگاه دیگری رو اختیار بکنن اما اصلاح طلبی معنای رفرم رو من منتفی میدونم فکر میکنم کنم سرنوشت آینده ایران در یک گذار انقلابی شکل خواهد گرفت اما این موضوعم گفتم قطعیت نداره به اون منظورم این نبود که چنین چیزی محتمل هم نیست به نظر من احتمال زیاد هست ولی هنوز قطعی نیست و اهمیتش این است یک برخورد واقع بینانه با این مسئله داشته باشیم اما نیروهای سیاسی داخل ایران و جنبش های ایران مساوی اصلاح طلبان نیستند به خصوص با روکردی که اینها از سال 92 به بعد اتخاذ کردن عملا اصلا از فاز جنبشی خارج شدن همین معترضانی که در سالهای 96 و 98 به خیابان‌ها ها اومدن فعالیت‌هایی که اخیرا دوباره ما دچار شاهد تحرک جنبش دانشجویی هستیم جنبش کارگری هستیم بخش نیروهای سیاسی در داخل مثل جبهه ملی ایران هستن که خب اونها فعالیتشون به طور بیشتر شده با جنبش سبز رو باید در نظر گرفت که به خصوص با موزه اخیر مهندس موسوی خب تمایزات خیلی آشکاری با اصلاح داره و به نوعی با سمگیری های محطوف به انقلابی یک همراهی رو نشون داده نیروهای چپ در داخل کشور هستن مطالعه این همه نیروهای شناخته شده هستن من میگم اگر قدرت پلیسی حکومت بشکنه نیروهای به وجود میان که اصلا من و شما ها را نشناسیم مهم توافق بر این هستش که این مشروط آقای افشاری آقای افشاری شما اینو مشروط کردین اگر که نیروی پلیسی حکومت بشکنه خب اینا همش مشروط به اینه ولی حالا همین در عین حال این صحبت شما دلالت بر این میکنه که برای هر نوع حرکتی برای آلترناتیو سازی در داخل کشور برا به شدت سرکوب میشه ما جریانات اخیر هم دیدیم در چنین صورتی که این واقعیت موجود روی زمینه و در این حال اصلاح طلبی هم که شما صحبت کردین که دیگه به در اون موقعیت نیستن به طور کلی آیا حق با اونهایی که در خارج آلترناتیو سازی میکنن نیست؟ خب نه من این حق نیست من مشروط کردم خب برای کسانی که در خارج کشور دنبال آلترناتیو سازی من رهبری هستن که وضع مراتب بدتر هست اونها چگونه میخواهند وقتی در شهر داخل کشور فضای پلیسی از امکان فعالیت وجود نداره اونها در خارج از کشور یک جنبش ایجاد بکنن چگونه چنین چیزی ممکن هست الا اینکه فقط به دنبال این باشن که احیانا اگر بخواد یک به صلاح حمله نظامی از یک دولت خارجی صورت بگیره آلترناتیو سازی این گونه کاملا یک امر ذهنی هست یک امر تخیلی هست یعنی کسانی بیرون نشستن بدون اینکه یک درک درستی از واقعیت های میدانی مبارزه در ایران داشته باشند و نیروی هم ندارن ژنرال هایی هستند که سربازها و ارتشی رو ندارن خب اونها چگونه میتونن همه چیز گره خورده به این هستش که این فضای پلیسی در داخل بشکنه و این هم به یک باره نمیشه در استمرار همین مبارزه ها به نظر من مجموعه دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی ضربه بسیار سنگین از اعتراضات اخیر خورد و به یک درجه فرسوده شد و همین روند ادامه پیدا بکنه و نیروهای داخل آزاد میشن آخه مشکل این نیست که مثلا در داخل کشور کسانی نیستن که توانایی من نوعی در خارج از کشور یا کسان دیگر را داشته باشن چرا باید فکر بکنیم که مثلا فردی که به هر صورت یک مناسبات دودمانی داشته و ف... پدر شاه بوده و در طول این چهار دهه به اصطلاح به عنوان شاهزاده بوده یا فرد دیگری که دهه در اپوزیسیون بوده این در خارج از کشور میتواند بدون توجه به واقعیت های داخل کشور با وجود فضای پلیسی رهبری بکنه اون نیرویی که خطر میکنه میاد وسط صحنه اون نمیتونه نه با این مخالفیم و همین دلیل ما موقتاً می‌خواستم به این اشاره کنم ببخشید عوض بخوام چون وقتی من تنگ خود برسیم آه. به سالهای دیگه و شما برای صحبت از شاهزاده رضا پهلوی کردید و این رو در واقع در بیانیهی که منتشر کردید در دیماه پارسال هم ضمن مخالفت با آلترنتیف سازی و غیرو به این مسئله کاملا سریح و روشن اشاره کردید که مثلا میگید که روشن است که توسل به خشونت و ترور شخصیت در شبکه های مجازی و تلاش محکوم به شکست در ترسیم یک منجی از آقای رضا پهلوی نه تدبیقی با نقش نمادین شاه مشروطه دارد و نه در چارچوب اصول دموکراسی می گنجد ولی با همه این صحبت ها رضا پهلوی بارها اعلام کرده مکرر اعلام کرد که تلاشی او در این مرحله برای براندازی نظام کنونیه و نه بازگردوندن سلطنت صحبت ایشون اینه که تعیین نوع حکومت آینده به عهده مردم در یک همه پرسی عمومی که اونا تعیین بکنن که چه نوع حکومتی میخوان جمهوری یا سلطنتی یا هر چیز دیگه از پیش تعیین نشده شما یه مقداری شاید پیش قضاوتی کردید ببینید در این بیانیه‌ای که صادر شده یه وقت صحبت صحبت‌ها هست صحبت‌هایی که یک فرد می‌کنه یه وقت هم اعمالش هست و از اون مهمتر حامیان اون فرد چه اقداماتی رو انجام میدن شما در فضای مجازی کسانی که معتقد هستن به حمایت هست رهبری آقای رضا پهلوی در دوران گذار اینها رو بررسی کنید مواضع سیاسی حامیانشون رو ببینید با اون ادعاها تعارض وجود داره ما حق فعالیت سیاسی آقای رضا پهلوی رو به رسمیت می‌شناسیم این هم که در آینده مردم ایران باید نوع حکومت رو تعیین بکنه اون هم قبول داریم اما به همون میزان که نیروهای مشروطه خواهد چون آقای رضا پهلوی این جایگاه ویژه‌ای که خودش و حامیانش براش در سیاست قائلن به عنوان شخصیت شاهزاده بودنش هست اینکه به حال پدرش تاجدار بوده از این منظر داره فعالیت میکنه هر چقدر هم که بگه من از این مقطع کاری به مشروطه و جمهوری خواهی ندارم ولی حضورش میدانداریش تقویت میکنه اون دیدگاه مشروط خواهی رو اما بحث ما این نیستش که حالا ایشون چه حرفی رو میزنن چه حرفی رو نمیزنن بحث این هستش که اینکه یک منجی از ایشون صورت بندی بشه تصویر پردازی بشه نه از ایشون از هر فرد جمهوری خواهد دیگری از هر رجل سیاسی دیگری که آیا مردم ایران گویی افراد ضعیفی هستند افراد نیستند که خودشون بتونن سرنوشت خودشون رو تغییر بدن نیاز به یک ابرمرد به تعبیر نیچه ای دارن نیاز به یک منجی دارن فردی هست که قابلیت ها و توانایی های ویژه‌ای داره نه ما پر خودمون قضیه منفی نه فقط این کار کسی از محمود خان چنین ادعایی رو بکنه از سوی هر کسی این جمهوری خواهیه که ما میگیم یک حرف نیست یک مفهوم پشت سر این هستش که این جمهوریت یعنی تمام مردم ایران جمهور مردم ایران همه مردم ایران به اون رشد رسیدن به اون توانایی رسیدن که صاحبان مملکتن و از درون خودشون با اجماع خودشون با رقابت ها با توافق ها میتونن رهبری خودشون رو شکل بدن کسی وجود نداره که یک ویژگی های فردی خاصی داره که بتونه وحدت دهنده جامعه باشه نه مشکلات در جاهای دیگه است اما حجم زیاد خشونت سیاسی که از سوی حامیان آقای رضا پهلوی در فضای مجازی تولید میشه نگران کننده است ما تجربه انقلاب بهمن 57 رو داریم نمیشه فقط به حرف ها اتکا کرد اعمال رو هم باید دید بله بسیار خب آقای افشاری وقتی بود تقریبا تموم شده ولی من یک سوال دیگر از شما می کنم شما آقای افشاری در جنبش اصلاح طلبی و به خصوص به عنوان یکی از رهبران جنبش دانشجویی در اوج فعالیت های جنبش دانشجویی خیلی نقش مؤثری داشتید در ایران به نظر شما امروز میشه به حرکت های دانشجویی عنوان جنبش رو داد ببینید یک ما یک دوره وقفه و رکودی را رو شاهد بودیم به خصوص در اواخر اوایل دهه 90 و عواستش به نوعی ولی اتفاقاتی که اخیرا در دانشگاه ها و در همبستگی و همراهی با اعتراضات آبان 98 انجام داد به نظر من امیدوار کننده بود اما این را باید بگم که الان نهایت انتظار داشت که شرایط سیاسی ایران تغییرات اجتماعی به خصوص حضور این اینترنت و فناوری های اطلاعاتی نوین و مجازی شاید دیگه جنبش دانشجویی اساسا به لحاظ ساختاری نتونه اون نقش گذشتهش رو ایفا بکنه خیلی متشکرم آقای علی افشاری از حضورتون در برنامه ممنون شما